دوستان ارجمند، امیدوارم حالتون خوب باشه. احمد کرمی هستم و در این آموزش قصد دارم نحوه اختصاص دادن اسپیکولار و نورمال مپ به ترین در یونیتی رو تشریح کنم. در ابتدا شما باید یک پروژه جدید ایجاد کنید و سپس بر روی منوی ترین گزینه اول Create Train رو انتخاب کنید. با زدن این گزینه یک ترین ایجاد میشه و سپس به منوی Assets مراجعه کنید و زیر گزینه Import Packages، پکیج های Character Controller، Skybox و Train Assets رو وارد کنید. خب Character Controller برای پیمایش بر روی عوارض زمین هست، Skybox برای نمایش آسمان و Train Assets هم شامل یه سری assets ها هست که برای استفاده از ترین طراحی شدن. خب من قبلا این کار رو انجام دادم و یک ترین رو ایجاد کردم و اسمش رو با اسم گرام تغییر نام دادم و استاندارد assets هم شامل سه پکیج که به صورت زیرپوشه نمایش داده میشه که کاراکتر کنترلر، اسکای باکس و ترین اسست هست. خب در پوشه ترین اسست سه زیرپوشه داریم که با پوشه اول و سوم کاری نداریم. پوشه میانی یا پوشه دوم به اسم ترین تکسچر هست. این رو باز میکنم. خب در این بخش از این پوشه گراسی رو انتخاب میکنم و قرار هست این تکسچر به عوارض زمین یا ترین اختصاص بدم. پس بر روی گزینه یا بهتر بگم شی گراوند کلیک میکنم. خب همینطور که میبینیم یه قلمو نمایش داده میشه با تعدادی از دکمه هایی در کنار اون هست. خب من بر روی دکمه قلمو کلیک میکنم، بر روی دکمه ادیت تکسچر کلیک میکنم و یک لیست باز میشه. اولین گزینه به اسم اد تکسچر رو میزنم. یک پنجره به اسم Add Train Texture باز میشه و منتظر دریافت دو تا تکسچر هست، یکی تکسچر حالا معمولی و یکی هم نورمال مپ. خب این تکسچر ها بایستی دو بعدی باشن، پس به همین خاطر هست که من از گراس هیل یا شما میتونه از تکسچر های دیگه استفاده کنید. خب برای دکمه Select کلیک میکنم و اینجا گراس رو تایپ و گراس هیل رو انتخاب میکنم، دابل کلیک میکنم و اد رو میزنم. همینطور که میبینید گراس هیل به کل ترین اختصاص داده شد. خب دوباره من به گراس هیل در این قسمت در زیبوشه ترین تکچر مراجعه میکنم و همزمان کنترل و دی رو فشار میدم. یک نمونه از گراس هیل ایجاد میشه، اما نام رو به اسم گراس هیل نورمال تغییر میدم. گراس هیل نورمال باید انتخاب شده باشه و در پارامتر تکسچر تایپس نورمال مپ رو انتخاب کنید. رو انتخاب کنیم و اپلای رو میزنیم. خب دوباره به گرامت برمیگردم و بر روی ابزار قلمون در بخش ترین دکمه ادیت تکسچر رو، البته این بار ادیت تکسچر رو یعنی گزینه دوم انتخاب میکنم، روی دکمه سلی و دوباره گراس رو جستجو میکنم. این بار گراس هیل نورمال انتخاب شد، اپلای رو میزنم. همینطور که میبینی هیچ تغییری دیده نشد که شما باید یک متریال ایجاد کنید. خب کریت و سپس متریال به اسم گراند مت تغییر نام میدم. خب گراند مت رو انتخاب کنید و
در این لیست که در بخش شیدر هست دیفیوز به صورت پیش‌فرض انتخاب شده. شما به گزینه نیچر مراجعه کنید، سپس در گزینه ترین و در این قسمت که البته دیده نمیشه پامپ سپیکولر، البته اینجا مسیرش هم نمایش داده میشه و این ایجاد شد. این متریال رو به گراند اختصاص میدم. در این قسمت که به صورت یک دکمه چرخنده کلیک میکنم و در این قسمت متریال رو بر روی این دکمه دایره کلیک میکنم و اینجا گراند رو تایپ میکنم، اینجا نمایش داده میشه. خب کلیک میکنم و همینطور که میبینید تغییر انجام شد. ببین نگاه کنید قسمت رو، تغییر انجام میشه. البته قبول دارم این غیر طبیعی و خیلی زننده هست، نگران نباشید، من این رو هم درست میکنم. به گراند مت دوباره برمیگردم و در specular color این قسمت رو انتخاب میکنم. در واقع این قسمت رنگ هست. به قطره چکان که به شکل یک قطره چکان هست مراجعه میکنم و یک رنگ رو انتخاب میکنم برای تکسچر. همینطور که میبینید حالت طبیعی تری به خودش گرفت. شما وقتی که بخواید سپیکولر رو غیر فعال کنید باید کامل رنگ سیاه رو انتخاب کنید و وقتی میخواید سپیکولر نهایت شدت داشته باشه، البته توصیه نمیشه، باید رنگ سفید باشه. اما در این رنگ میانی رنگ خوبه، بسیار خوب. اینجا هم دو قسمت به خوبی نمایش داده میشه. نزدیکه کاراکتر کنترلر هست که البته به اسم پلیر من تغییر نام دادم و این قسمت خب قبول دارم باز هم اینجا غیر طبیعی هست. باز نگران نباشید، من به هوش استاندارد اسید مراجعه میکنم در بخشی که ایجاد کردم. اینجا انسیو لیول رو تا آخرین حد یعنی عدد 9 رو انتخاب میکنم و به اینجا دقت کنید. این باعث شد طبیعی تر و قابل قبول تر باشه. در آخر تشکر میکنم از اینکه توجه کردید. منتظر انتقادات، پیشنهادات و نظرات همه دوستان گرامی هستم. تا آموزش های بعدی، خدا نگهدار. Yeah.